خموشادان خاله پردیس. با نام و یاد خدا سلام سلام بچه ها، شکوفه های خندان سلام گلای ایران. سلام به رو ماهتون، به دنیای شادتون، سلامی از ته دل به این گلای خوشگل. سبت سبت ستاره از آسمون میباره، یه دنیا شور و شادی برای ما میاره. خوش اومدیم بچه ها به جشن ساده ما، میخواییم با هم بخونیم ترانه های زیبا. مسابقه میذاریم، جایزه هایی داریم، هر کسی زودتر بگه اول اونو میاریم. اونو پنیر و خنده، یه آسمون پرنده، بین شما کی اینجا میخواد بشه برنده. سبت سبت ستاره از آسمون میباره، یه دنیا شور و شادی برای ما میاره. خوش اومدیم بچه ها به جشن ساده ما، میخواییم با هم بخونیم ترانه های زیبا. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و سرحال و سلامت باشه. سلام علیکم. بله، سرحال و سلامت که حتما خاله پردیس هستن. وقتی سرحال و سلامت هستن دارم برنامه هموشان خاله پردیس رو میبینم. بله بله بله. ببین خاله پردیس، اونی که داره میخنده چقدر دندونش خوشگله، هم رنگش سفیده، هم دندونش سال بخاطر که مسواک میزنه. به خاطر اینکه همیشه مسواک میزنه. بچه ها امروز اومدیم پیشتون با یه نمایش دیگه. سرزمین دندون ها. سرزمین دندون ها یه نمایش فوق العاده است. عالی. حتما حتما بشینین این برنامه رو ببینین. خب بچه های گلم، امروز میخوام براتون قصه دندون های مهربون رو بگم. یکی بود یکی نبود. توی سرزمین دندون ها 4 دندون بودن که خیلی مهربون بودن و همدیگر رو دوست داشتن و سالهای سال دوستای خوبی برای همدیگه بودن. دوتا از اون دندونا دندونای پیش بودن، همونایی که وقتی میخندیم خودشونو نشون میدن، و دوتای دیگه شون دندونهای آسیاب، همونایی که باهاش غذاها رو له میکنن و آماده خوردن میکنن. مطمئنم که خیلی از شما بچه ها دوست دارین زودتر با این دندونای سفید و مرتب آشنا بشین. پس میریم تا دندونای خوشگل و نازو با همدیگه ببینیم. ما دوتا دندونای پیش هستیم، بین دندونا جلو نشستیم. با نخ و مسواک خمیر دندون، بعد هر غذا میریم به هموم. فلورای بیاد با رنگ آبی، میشوره ما دوتا رو حسابی. اگه تو شیر بخوری همیشه، رنگ ما سفید و زیبا میشه، رنگ ما سفید و زیبا میشه. خوردنش کاری نداره، دیگه خوردنش کاری
بله بچه ها، این دندونای مهربون همیشه سرحال و خندون بودن و همیشه با همدیگه بازی می کردن. باور نمی کنی؟ ببینی؟ روزی از روزها در حال بازی کردن بودند که یه دفعه یکی از دندونای دختر گفت: بچه ها بازی دیگه بسته، بیاییم بریم مسواک بزنیم، وگرنه الانه که دیر بشه. ها صرف کن ما دیگه نمیزنیم. چرا؟ مگه میخواین مریض بشین؟ مگه میخواین از این به بعد دوست میکروبا باشین؟ ما الان چند ساله داریم مسواک میزنیم، به قدر کافی قوی و سفید هستیم که دیگه میکروب هم نمیتونه ما رو سیاه کنه، اون وقت کرما بیان ما رو بخورن. آری راست میگی. ولی همیشه آقای دکتر میگه مسواک و نخ دندون و وارنیش فلوراید و موها همیشه باید استفاده کنیم، وگرنه دندونامو خراب میشه. شما بزنین، اما ما دیگه خسته شدیم، مسواک نمیزنیم، ما فقط میخواییم بازی کنیم و شادی کنیم. شما خیلی مغرور شدین و اگه مسواک نزنین ما دیگه باهاتون دوست نمیشیم. آره ما هم دیگه با شما تشنا نمیخواییم دوست باشیم. بریم بابا، خداحافظ، بودو بریم داداش، بودو بودو. وای دیدیم بچه ها، این پسر ها خیلی مغرور شدن، فکر میکنن چون تا حالا مسواک زدن و سفید و قوی شدن میتونن دیگه از این به بعد مسواک نزنن و نخ دندون نکشن، ولی نمیدونن اگه این کارا رو نکنن میکروب سیاه و کثیفشون میکنه، اون وقت ما هم دیگه باهاشون بازی نمی کنیم. بیا بریم از این به بعد با مسواک جونمون بازی کنیم. آره بیا بریم. ابو شادان حال پردیس، میخوام براتون آی بچه ها جون، این بار بخونم از درد دندون. یک دو سه تنبلی بسته، هرچی که میگم گوش کن درسته. اگه میخوای دندونای سالم داشته باشی، با مسواک خمیر دندون باید باشی آشتی. خمیر رو قده یه نخود میذاری رو مسواک، مسواک رو آروم میکشی، دندونات میشن پاک. یه بچه یه خوب اینو میدونه که همیشه صبح و ظهر و شب مسواکش فراموش نمیشه. La 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 la
یواشک چیپس و آلوچه واسه دندونات مضر بچه نشکم با دندون بادوم و گردون زیاد نخوری قند و کاکائو اگه میخوای دندونای سالم داشته باشی با مسواک خمیر دندون باید باشی آشتی خمیر و قطعه یه نخود میذاری رو مسواک مسواک و آروم این کشی دندونات میشن باید یه بچه یه خوب اینو میدونه که همیشه صبح و ظهر و شب مسواکش فراموش نمیشه خاله پردیس دیدین دندونای پسر چقدر مغرور شده بودن؟ متاسفانه دندونای پسر مغرور شدن و گفتم ما دیگه مسواک نمیزنیم. آخه مگه میشه آدم مسواک نزنه خاله پردیس؟ وای 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 اگه مسواک نزنی همه دندونات خراب میشه. بچه من نمیدونم چرا دندونای پسر میکنم کرد. پس نخور عمو شادان. اما دندونای دختر با مسواک دوست بودن و باهاش بازی میکردن. به نظرم بریم قسمت بعدی نمایش رو سرزمین بله بچه ها قسمت دوم نمایش سرزمین دندون ها خیلی خوبه خیلی خوبه بریم با هم دیگه ببینیم سرم آی سیاه شدم تصویر خودته وای ای کاش به حرف دخترها گوش میکردی آره باید به حرف دندونای بیش گوش میکردی میکروب دندون که میگن خوب منم ریشه هر دندون رو من میشکنم مسواک بده خمیر دندون بده پشیمونه هر کی به دندون زده بچه ای که مسواکشو میزنه برای من بزرگترین دشمنه چون همه تونو دوست دارم تک به تک میگم بخور ترشک و چیپس و پفک بچه ها شکلات و پفک و لواشک بخوری تا به دندوناتون بچسبه وای خدا الان ما رو میخوره من خیلی میترسم حالا باید چیکار کنیم شماها چرا میترسین شماها که همیشه مسواک میزنین شماها که نخ دندون و وارنیش فلوراید استفاده میکنین حالا ببینین من با این میکروب بدجنس چیکار میکنم دوست شما مسواکم خوب و تمیز و پاکم میرم به جنگ میکروب اگه بیان کمکم هر چیزی رو نباید تو دهنت بذاری اینجوری میکروب بد حتما میشه فراری
اگه از اول دندونای آسیاب مسواک میزدن مثل دندونای پیش، الان اینطوری مریض نمیشدن. خب حالا برای اینکه حال دندونا خوب بشه باید از آقای دکتر کمک بگیریم. پس بچه ها حالا من میرم دنبال آقای دکتر تا بیارمش اینجا. سلام، منم دکتر دندوناتون، تو کار دندون همیشه باهاتون. میخوام بگم همیشه بعد غذا چیکار کنیم تمیز بشن دندونا، چیکار کنیم تمیز بشن دندونا. بدون با مسواک و کمی فلوراید تمیز نمیشه خوب خوب دندونات. کاکائو با پفک لواشک آسون، میچسبه بدجور میره بین دندون، میچسبه بدجور میره بین دندون. بین دو دندون نخو آروم بکش، با احتیاط بالا پایین با چرخش، اینجوری جرمه بین دو تا دندون تمیز میشه راحت میفته بیرون، تمیز میشه راحت میفته بیرون. که دندونای پسر متوجه شدن که اگه همیشه مسواک بزنن مریض و سیاه نمیشن. خب بچه های گلم، دیدین که چقدر مسواک زدن خوبه؟ پس همیشه یادتون باشه بعد از غذا، یعنی صبحانه و ناهار و شام، مسواک بزنین. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. مسواک فلوراید و خمیر دندون، همه با هم میریم به جنگ میکروبای دندون. حالا میدونیم هممون دندون چقدر مفیده، صدا فرین به بچه‌ای که دندوناش سفیده. آقای دکتر عمو شادان و خاله ستاره، بازم میگن مسواک زدن فقط روزی سه باره. الهی که میگه نشید و جاره درد دندون، قصه ما تموم شده، خدا نگهدارتون. امیدوارم از برنامه و جشن امروزمون خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید. آهنگ خدافظی تقدیم همه شما. با دعای ظهور آقای امام زمان و سلامتی همه بچهای گل و دوست داشتنی، برنامه امروز به پایان میرسونیم با یک آهنگ خدافظی خیلی خوشگل. فقط یادتون باشه که آخر برنامه میخوام بیرون برین، آروم و بی سر و صدا برین. شعر تقدیم شما.
چه خوش گذشت با هم بودیم خوشحال و خندون، وقت خدا حافظیه های بچه ها جون، شعر خدا حافظی رو با هم میخونیم، کاش که میشد بیشتر از این با هم بمونیم، قصه نخور بازم میایم به خونه هاتون، بازی و شعر و قصه میاریم براتون، بازی و شعر و قصه میاریم براتون، آخر قصه شده دوباره با این دعا می سپاریم همه شما رو دست خدا، با یه برنامه میایم بازم به دیدارتون، خدا باشه همیشه یار و نگهدارتون، خدا نگهدار به امید دیدار، خدا نگهدار به امید دیدار، خدا نگهدارتون به امید دیدارتون، خدا نگهدارتون به امید دیدارتون، خدا نگهدارتون به امید دیدارتون، خدا نگهدارتون به امید دیدارتون. خواب میریم و مسواکمون رو برمیداریم، یه ذره خمیر دندون روی مسواک میذاریم، روی دندون پشت دندون چپ و راست بالا پایین، مسواکو به آرومی هی میکشیم هی میکشیم، بالا پایین بالا پایین دندونا سفید میشن، میکروبا باکتریای دندون ناپدید میشن، وقتی مسواک میزنیم لبخندمون قشنگ تره، بوی مونده یه غذا رو عطر مسواک میبره، وقتی مسواک میزنیم لبخندمون قشنگ تره، بوی مونده یه غذا رو عطر مسواک میبره، دستمون از اول یه لیوان آب میذاریم، میشوریم دندونامون، میشوریم دندونامون و حوله رو برمیداریم، وقتی مسواک میزنیم لبخندمون قشنگ تره، بوی مونده یه غذا رو عطر مسواک میبره، همه یه این کارا چند دقیقه فقط زمان میخواد، میبینی دندونای تمیز چقدر بهت میاد، وقتی مسواک میزنیم لبخندمون قشنگ تره، بوی مونده یه غذا رو عطر مسواک میبره، وقتی مسواک میزنیم لبخندمون قشنگ تره، بوی مونده یه غذا رو عطر مسواک میبره، اینم از قسمت آخر، قسمت دوم و قسمت آخر سرزمین دندون. چقدر نمایش خوبی بود خاله پرده. بله، امیدواریم که کوچولوهای عزیزمون دوست داشته باشن و از این به بعد یادشون باشه که حتما حتما همیشه باید مسواک بزنن، نخ دندون بکشن و اگه یه وقت مثلا لواشکی بخوردن من هستم بعدش میوه بخورن که اینو بکنه ببره توی شکمشون. امیدوارم که همیشه دندوناتون خوشگل باشه و همیشه لباتون بخنده. بله، امیدوارم که همیشه سلامت باشین، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، تا برنامه بعدی خدا نگهدار، دوستتون داریم، خداحافظ.